تجربه‌ای که ما داشتیم توی جذب توریست ببینیم توریست‌ها به چی علاقه دارن، من به جرئت میگم که 100% توریست‌ها به هتل سنتی علاقه دارن. هتل‌های سنتی خیلی تجربه بهتری به توریست از فرهنگ ایران میده و اون خیلی تجربهشو زیباتر میکنه وقتی سفر میکنه به اصفهان. خب تعداد هتل‌های سنتی خیلی محدوده به خاطر اینکه شاید خیلی مغروم به صرفه نباشن، چون تعداد اتاقاش کم میشه و باید هزینه زیادی بکنن، ولی اگه تعداد توریست زیاد بشه و این مدت اقامت توریست زیاد بشه توی اصفهان، اونها هم مغروم به صرفه میشه. من هستم، اهل کرواسیم، یک کشور کوچیک جنوب اروپا است، ولی از بهمن پارسال، یعنی الان میشه نزدیک، نه بیشتر از یک سال و نیم، اصفهان زندگی میکنم. I think that there is a big difference in tourism of Iran and tourism in Europe for a very simple reason, because Europe has very long tradition of tourism. So for example, I come from a very small country, but my country has more than 150 years of experience in tourism, and that can be felt. Tourism it's the main economical activity in my country, and it's, I could even say, in people's blood. But it's a lot of experience, and Iran still doesn't have that. So even though, yeah, there is many years of tourism in Iran, but actually when it really started developing is in the last few years. So when we talk about tourism of Iran, we have to keep in mind that it's still very young and like a baby that still needs to grow. مشکل رفت و آمد وقتی ترانسپورتیشن و حمل و نقلات توی ایران میبینیم، مخصوصا برای گردشگری توی اصفهان، یکی اول اینکه ما پرواز بین‌المللی مستقیم به اصفهان خیلی کم داریم، خیلی محدود پروازها، برای همین همه مجبورن برن شیراز و تهران بعد بیان اصفهان. حتی پروازهای داخلی از مبدا اصفهان به شهرهای دیگه اصفهان بسیار کمه، یعنی ما از اصفهان به شمال کشور، جنوب کشور، شرق و غرب کشور پرواز تقریبا خیلی محدود داریم. پس این دسترسی هوایی تقریبا به صفر میرسونه، میشه گفت 90% 95% توریست ما از طریق زمینی باید به اصفهان برسن. این نشون میده ما در زیر ساخت های گردشگری دچار مشکل هستیم. این زیر ساخت ها اولین موردش ارتباطات بین المللی مونه، یعنی در دنیا حجمه هایی بر ایران وارد هست به ناحق که گردشگران رو از سفر به ایران منع میکنه، و متاسفانه گردشگران هم بر اساس همین سوء تبلیغاتی که برای ایران در دنیا وجود داره تصمیم گیری میکنن که سفر کنن به ایران یا نه. یکی از مشکلات که ما خیلی باش دست پنجه نرم میکنیم هتل های اصفهانه، که تو یه سری از فصول‌های خاص دیگه هیچ هتلی جا نداره، یعنی ما دیگه حتی مجبوریم به گردشگر مثلا میگه آقا برای من خونه اجاره کنید، وقتی که هتل نیست. توی اردیبهشت ماه میشه، توی آب مهر و آبان میشه، خرداد میشه، و واقعا هیچ حتی یک اتاق خالی هم پیدا نمیشه. حدود 600 تخت ما داریم که معمولا ما تو فصلای های سیزنمون معمولا هتل پر هست. شما هر کشوری که سفر کنید سیستم حمل و نقل عمومیش میتونید شما اطلاعات انگلیسی به زبان زبان‌های مختلف بگیرید و طبق اون میری استفاده کنید. یعنی شما وقتی میری یک کشور دیگه همش با تاکسی نمیرید طرف، با که هم آلودگی ایجاد کنی هم ترافیک، حمل و نقل عمومی استفاده میکنید. ولی ما حتی شهروندای خودمون هم توی این مسیریابی‌ها گم میشن. یعنی من خودم شاید به عنوان شهروند اصفهانی هنوز خط خطوط یه چیز منسجمه، یه اپلیکیشنی که من بتونم استفاده کنم، مثلا بدونم از اینجا میخوام برم یه قسمت دیگه شهر از چه حمل و نقل عمومی میتونم استفاده کنم نیست. یعنی اتوبوس ها هر ساعت چه عوض میشه، هیچ برنامه دقیقی نداره، مسیرها جایی ثبت نمیشه، و خب مسلما وقتی اینجوری باشه کسی استفاده هم نمیکنه. Have a official document written that has a short term, middle term and long term strategy of development in it.
and Iran doesn't have it. And I'm afraid that even if it had, it would just be on paper. There needs to be an institution that is going to control performing things that are written in such documents. So that, but those are things that basic infrastructure of tourism, it that takes a lot of time. And like I said, since the tourism of Iran is still at its beginnings, I don't think it's realistic to expect to have such document immediately and to have it implemented.